هرچی بیشتر واسه این عوضی ها کار میکنیم بیشتر به همون فشار میارن روسای عوضی. واسیلی همه چیزو کنترل میکرد، حتی اقل موقع میدونستیم چه خبره، اما این ضعیفه نمیدونم. نمیدونی؟ طرف نفس کشیدنمونم زیر نظر داره. پس اینو از من داشته باش، سوال بی سوال، کاری که ازت خواستن رو بکن. نره، هرچی کمتر بدونیم بهتره. برای این کار تعدادمون کمه. فرانکو و مارکوس بیاریمشون؟ نه، خودمون انجامش میدیم، ولی 3 دقیقه نمیشه وارد اونجا شد. باید کارو تو روز روشن انجام بدیم، یعنی افراد غیر نظامی و فضای زیادی لازم داریم. اگر آنه باش، من با مارکوس کار کردم. اش تو روحت. هی مراقب روکش باش. باشه. گوش کن، این بچه ها میتونن راست رسش کنن، به اعتماد کن. قبول کن مایک، من خیلی وقت مارکوس رو میشناسم. من نگران مارکوس نیستم. خیلی خوب، 2 هفته دیگه انجامش میدیم. آتلانتا، جورجیا، ایالات متحده. منظورتو نفهمم. همونطور که من نفهمم چطور میتونی یه سگو بیشتر از یه دختر دوست داشته باشی. حالا با این دختر هم کلام شدی که داری طرف زنا رو میگیری؟ ای راسه، گفتی داشت با این دختره که تریپل لاب بسه، کی آشنا شده؟ بسه، بهتر روی کار تمرکز کن. ای، شنیدین چه گفت؟ حواستون به کار باشه و حرف مفت نزنین. باید کارتون خوب انجام بدین. یه روز باغبان به خدمت پادشاه اومد که بگه یکی از باغ میوه ها رو دزدیده. سربازها تصمیم گرفتن که دزد رو پیدا کنن. پادشاه به هر 3 پسر خود دستور داد که شبا هم مراقب باغ با ارزشش باشه. عاشق الیزابت بودم. الیزابت با همه مهربون بود و به همه فقیرها کمک میکرد. پسر الیزابت، بریم کراکور چکنی کنیم. ممکنه این کاغذا به کارتون بیاد. سیما رو چک کنین. چک میکنین. 1 2 3 1 2 3 خوبه. ردیفن؟ آره.
یارو که سمت چپته. تخمینی 1 دقیقه مایک از ضلع جنوبی داره نزدیک میشه. استراتژی رو عوض میکنیم همین الان. ارشاد نکن نخوره. همه دنبال من بیا. فراموش نشه از شمال به خیابون هیل، از شرق به خیابون نهم. حواست رو خیلی جمع کن گیل. بچه
فرانکو بس شلوغش نکن. آب یافته. بریم. یا به درد نخوری. بله خب مگه من برنامه ریزی کردم؟ خاک تو سرت گیب، هنوزم آماتوری. زر نزن. خفه شو. تو تمکار پیش خواهی چی فکر میکردی؟ واسه اسکلایی مثل تو داخل پولا تو آمه میزنم. آتوس، آتوس تو ماشین، زود باش. عوضی. بمیر. سه روز. اگه اینکه خودم خبر بودم. آره میدونی چیه؟ با اسریس میکردیم. اگه سرکله اون دوزه پیدا نمیشد، الان دستمو باش میکردیم. تو الان چی گفتی؟ ای، بذارش کنار فرانکو. گوش کن پسر، اگه دوباره اسلحه بکشی خودم گلشو تو دهنت خالی میکنم، فهمیدی؟ دریافت شد. تو مخت فرو کن. برای این چند تا آدم بعد دستگیر کنید آقای نکارگا. توف باعث با میون اتفاق بودی ها؟ فکر میکنی آخرش به کجا میرسی؟ ای خیال، نمیفهمی چرا این حرفا رو بهت میزنم؟ برم کن. ولت نمیکنم داداش کوچولو، چون اگه ولت کنم زود میمیری. ببینم چرا با مارکوس کلکل میکردی؟ دوباره نصیحتت شروع شد. مایک قاطی کرد، اما اون مایکه. ولی مارکوس و فرانک چی؟ هی، باید نگرانمون هم باشه. پلیس هوایی هم دیگه رو دارن، اما تا که شما ماموری ویژه داری چیزی نیست. باشه؟ باشه. گیب 6 ماهی که پاکه، داره سعی میکنه. اون پلیس خوبی بود. ببین میشناسمش که میگم. ما با هم رفیقیم، مثل یه خانواده. خود را نمایان می کند. با قتل تا
تجاوز و دزدی از مردم. خدا از شیطان متنفره. اون یک مهمان غیر قانونیه. شما آقا نشانه ای از اون هیولا دور گردنت داری، مثل گره تناب اعدام. خدا و درستکاری غالب خواهند شد. آن شخص اصیل ظهور خواهد کرد. او دوباره ظهور لطفا مجوزی بود. مرگ بر راه و رسم شیطان. برای اختار چند بار شلیک کردم، جاگیری ماهرانه ای هم داشتن. برسن. بله، با یه تیم 4 نفره سر و کار داریم که حرفه‌این. داریم فیلمای ضبط شده رام چک میکنیم. با دودزای رنگی بیشتر پولاشون از بین رفته، اما تمرکزشون روی سپرده امنیتی بوده. آره. متعلق به کی بوده؟ متعلق به یه روس ثروتمند به نام دیمیتری پتروف بود. خانواده‌اش ادعا کردن نمیدونن چرا طرف اینجا سپرده داشت. ایشون والتر سیمزن، مدیر این بانک. بقیه‌شو بعدم میگم. والتر. خب بگو. من کارگاه دارم. من اولین باری که دوست بهتون زده، نه؟ خوشایم نیم سره. اونا عکس همسر و بچه همو داشتن. دختران، محل زندگی، مدرسه دختران. والتر، تو مدیر بانکی. باید بندازه کافی زرنگ باشی و بدونی که هیوله هم دیجیتالی شدن. باید مراقب عکساتون تو شبکه های اجتماعی باشی. عوضی های حرم زده. حرامش رو درفت کن، والتر. مواظب خودت باش عزیزم. خداحافظ بابایی. خاله خواب همه گوش کنید. الان متوجه شدم کاپیتان هنوز منتظر ارسال گزارش نظارت بر فعالیت جنایتکاران از طرف بعضیاتون نشسته. اسمیت؟ طبق معمول گروهبان دور هم جمع میشن و یکم فوشکاری میکنن و بعدش همدیگر رو بغل میکنن. دمون بشکو. روز خوش گروهبان. در ضمن امروز از بانک فرست سیتی سرقت شده. ظاهران حسابی مسلح بودن و اسپانیایی صحبت میکردن که محدوده جستجو بر ما میشه 1/4. از این اشاره آخری که بحث نجاتی شد اعتراض دارم گروه با. من یه گفتم اونا پسر خالایی تو بودن که بهت برخورد. به هر حال رسلیتم تأثیر دارم. او این چقدر جدی. ما رفقاتون تماس بگیریم، با همکارا صحبت کنین. جفری آلن از بخش جرائم بزرگ در تحقیقات ما رو همراهی میکنه. حالا که بحث شد اجازه بدیم برادر زادش معرفی کنم. کریس بگو از کجا اومدی؟ حوزه دو واحد اف ای تی. بچه‌ماشه. دوره. برات خبر خوش دارم بلمونت. تو با کریس سالن کار میکنم. ای خیال من. شاید اون بتونه کاری کنه که سر وقت بیا سر کار. جدی میگی؟ در ضمن یادت باشه اولی کسی که اون بیرون اصلی پیدا کنه بقیه روزو میره مرخصی. به کارتون برسید. گروه ما میشه راجع به شرف بزنیم؟ معلومه که نه. آم شکرم مسترا. کنبول مورد خاصی هستی؟ همیشه. منابع مختلف اظهار دارن که دوستی اخیر ارتباط زیادی با قاتل و حتی مافیای روسی داره. در ضمن طبق آمار ارائه شده غیر رسمی، مافیای روسی با کنترل 70% از اقتصاد روسیه در ارتباطه. گوش کن، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه، ممنون. کار چطور پیش میره؟ خبری از مارکوس نشد؟ خبر خاصی نیست. خوبه. 2 روز دیگه میبینمتون. به واقع گستره فعالیت مافیای روسی تو این شهر اونقدر زیاد شده که نمیشه از پلیس بیش از این توقع داشت. هفتوان اونا خارجه سوار شد. میدونی که روال کار چجوری؟ آروم رفیق، زامنش خیلی فعاله. سلام فیلیکس. بابایی حالت چطوره عزیزم؟ دلم برات تنگ شده. دلم برات تنگ شده. واقعا هیچ عشق شبیه عشق پدر به پسر نیست، نه؟ بیا
خب میدونی مایکل، واسیلی تماس گرفت. از بابت کاری که انجام دادین هممون متشکریم، اما در این مورد باید پرداختو به تعویق بندازیم چون یه کار دیگه هم داریم. نه، ما کارو تمام کردیم، باید اون پولو بهمون بدی. خواهر من همیشه میره سراغ این مردای احمق. چرا؟ واقعا نمیدونم. خب شاید خواهر من یه جورایی احمقه. میدونم نباید در مورد خواهرم اینجوری حرف بزنم، چون در حقیقت اون خیلی هم باهوشه. البته راه زیادی در پیش داره، اما خوب تو چشماش نگاه کن تا متوجه بشی که خریت داره توش موج میزنه و کاملا در مورد مردا اشتباه میکنه، چون اونا رو نمیشناسه. اما عشق همه ما رو مجبور به کاری عجیبی میکنه. دنبال چی هستی؟ دوباره داره زنگ میزنه. سلام مایکل. الینا چه خبر شده؟ آیرینا، فدرال های لعنتی، چه غلطی داریم میکنیم؟ سپاسی با الینا. ایسترس ویته، داشتم با مایکل صحبت میکردم. اتفاقا میخواستم در همین مورد باهاش صحبت کنم. قرارمون این نبود. چه خبر؟ مایکل هنوز در برابر کار دوم مقاومت میکنه. این کار باید به زودی انجام بشه، خودت که خوب میدونی. میدونم. صندوق پتروف بدون اون فایلا بی استفاده است، باید یه کاریش بکنی. FBI پرونده ها رو ضبط کرده، تو ساختمونای امنیت ملی نگهداری میشن. تو همسر فوق‌العاده‌ای هستی آیرینا، باید از اعتبارمون محافظت کنیم. پس همون کاری رو بکن که قولشو دادیم. نباید زیر قولمون بزنیم، تمام تلاشتو بکن، این تنها راه آزادی منه. متوجه شدی چی گفتم؟ خیالت راحت باشه. پس هیچ حق انتخابی به مایکل نده، بهش ضربه‌ای بزن که متوجه بشه داستان از چه قراره. خراش راسل، یه مشکل داریم. از طرف آیرینا؟ آره باید هم دیگه رو ببینیم. هممون دارن اذیت میکنن. برامون یه پروژه جدید دارن، دیگه نمیخوام با اینا کار کنم. آره، باید بعد از جنگ عراق رابطمون رو قطع میکردیم، ولی وقتی پای بچه در میون باشه به راحتی نمیشه کشید کنار. داداشت زنگ میزنم، به زودی میبینمت. باشه خانم. میگفت ای بابا تو چرا انقدر سختگیری؟ منم میگفتم ببین من یه پلیسم و باید تو کارم سفت و سخت باشم، وگرنه خیلی زود کارم از دست میدم و بیابرو میشم. بالاخره باید یه جورایی ازم حساب میبرد دیگه. سلام، چه خبر شده مایک؟ راسل کجاست؟ رفیق جینگ تو، یه جی پی اس بهش پس کن بفهمه کجا. ای گیب، داشت کجاست پسر؟ چه میدونم، اینجا که نمیبینمش. اینجا چه خبره؟ خبری از پول نیست. چرم داره میگی؟ یه ماموریت جدید داریم، گفت ارزش چیزی که وسط حدود 3 میلیون دلار. زر مفت زده، واسه پولمونه میده. از کجا معلوم بعدم بده؟ چرنده، داره بازیت میگه. اما به چیزی که میخواست رسید. چی؟ به چیزی که میخواست رسید. اصلا چرا من باید با این زن کار کنم ها؟ تو کسی هستی که پای ما رو به این قضیه باز کردی، همش از گور تو بلند میشه. خودت هم باز حلش کن. حلش کنم؟ آره. شما دیگه حسابی پاتون گیره فرانکو. منظورت چی؟ اون با فدرالا ریخته رو هم پسر. آره. فدرالا، خودم دیدمشون، همشون اونجا بودن، یه تیم خوشحال و خندون، و نیازی نیست بهتون یادآوری کنم که فدرالا چقدر با پلیسای فاسد بدن. ببینه کی اومده. اون طرف ها چک کنید. برو چرا؟ ببرش نفهم، همه چاپ ببرش، برم کن بیارش برو مکه، بچام بیارش بیرون، دستاش بسته است، نمیتونم از ماشین بیارش بیرون مکه. خیلی خوب، لعنتی وزش چطوره؟ اصلا خوب نیست.
دوام نمیاره. راسل میخوام خلاصت کنم. تو نگاه نکن. وای چه دندونه بزرگی داری. چند شب پیش یکی با همه ماسک دست به سرقت زنی. چه باهوش. چراغ رو خاموش کن خیر سپنده. خب پس با هم نظریم که این گفتگوه اسپانیه یا چرت و پرته. هیچ کدوم این آدم ها کارتل مکزیک نیستن. اگه چیزی دستگیر شد بهم بگو. اونا دوستای معمولی نیستن. اونا حتما آموزش دیدن. مطمئنن بعضیشون از ارتش بدن یا هستن. این آیرینا دقیقا دنبال چیه؟ هنو چیزی نگفته. احتمالا در مورد یه ساختمون بینشان مرتبط با امنیت داخلی کشوره. سازمان امنیت داخلی از اونجا برای موارد حساسی که به داخلی خارج کشور مربوط میشن استفاده میکنه. چند تا نگهبان داره؟ مشخص نی، ولی احتمالا زیاد. قطعا پایی یه سری تیم ماهر و مخفی در میانه، مثل نیروهای ویژه اجیر شده. خب ببینم چقدر زمان داریم؟ 4-5 دقیقه؟ نه پسر نه، حدودا 10 دقیقه. نه این شدنی نیست، 3 دقیقه رو سرمون خراب میشه. اگه از پسش برنایم تک تکمونو میکشن. میتونیم 999 رو انجام بدیم. همچنین فکر بعدی هم نیست. اینطوری 10 دقیقه برامون جور میشه. خدا دیگه من 20 دقیقه چی داریم میگین؟ شوخیتون گرفته؟ هی این شعر و مهرای پلیسی رو تمومش کنین. ساده بگین 999 یعنی چی؟ حتما به نظرت این کار خیلی راحته. به پون لباس خوشگل لکی دار نشه. نگرانش نیستم، 2 دست ازش داره. به نظر لیامی از زندان واسه همون پیغام فرسته. آره این داریم. آینه مهندس میشه که از شما همون بوقه خفه کنه؟ ممنون. کریس ایشون گروهان فرانکو رودریگز هستن. کارگاه کارگاه این کریس. بخش جنایی ایشون همکار جدیدم از حوزه 2 معروف هم. خب با توجه به کارتون در حوزه 2 نظری در این مورد چیه؟ خب نمیدونم. از قدیم گفتن هیچ وقت اجازه نده زبان سرخ سر سبز دهت برباد. معنی دقیقش میشه دهندقی درد سر میاد. خب تو این مایه هست. من میرم یه شاهد بیده کنم. خوشحال شدم رادریگز. چهرهشون آشناس؟ خب این دوتا که نه، برای این یکی که اینجاست پدرو مرکز. مال کدوم گروهه؟ گروه لوکاس تریس، بخش کناره محدود همون، ولی نمیدونم چرا کارشون به اینجا رسیده. حتما دنبالشون بره. اد با اینو صحبت کردی؟ حرف نمیزنم. چه خبر شده بچه ها؟ موقع این ماجرا اینجا بودیم؟ ای رفیق فقط میخوام چند تا سوال ازتون بپرسم. دعوا که ندارم. اومدی اینجا ما رو مقصر میدونی عوضی؟ من همچین حرفی نزدم. دقیقا منظورت همین بود چی ربی؟ ببین فقط میخوام ببینم کسی چیزی دیده یا نه. همینجا دفنت میکنم. دلخواه
ولی قبلش بهتره زبون تو از حلقومت بکشم بیرون. دوبردی برم کار احتمالا نباس به همکارت برسی. نفسی آرام آرام با این کارت گور خودتو کندی رزن. خفه شو باشه 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 باشه. چه غلطی میکنی؟ منم باید از تو بپرسم. من که طرفو ننداختم رو زمین، بعدشم شورش را بندازم. زیادتر از دهنش حرف میزنی. تو از اون ور خیابون فهمیدی چی گفت؟ احساسات جریه دار شد. آدمای خیابونی کارشون همینه. تو اصلا میدونی اون یارو بود. اون داشت جلوی تحقیقاتمو میکره. میفهمی؟ از مدرسه بیا بیرون پسر، از این صحبت ها اینجا نکن. اون لوئیس نپتو بود. طرف از گوندلاته ماراسالوت روچای. فکر میکنی به همین راحتی بی خیالت میشد؟ طرف گوندلاته؟ آره. در جریان نبودن. خب پس ببینم ازش عذرخواهی کن. این اصلا یه بازی نیست کریس. قوانین این دوره فرق میکنه. اینجا شهرک فرهنگی نیست. خب پس بهتره سریعتر یاد بگیری. بذار یه چیزی بهت بگم. اگه با من مشکل داری بهم بگو، ولی منو جوری سال پیش نکن که انگار تو میدونی و من نمیدونم. تو گذاشتی یه عوضی اونطوری جلوی کل محله تو رود در بیاد. پس تو باید دلیل کارتو توضیح بدی. حالا دست اصلا بردار، بذار کارمو بکنم. حالا شده عقل کالره؟ اول باید قفل در رو بکنی احمد. خب حالا اگه این کد 999 انجام بدیم 10 دقیقه وقت داریم. اگه یه پلیس رو بکشی اون موقع یه روز کامل وقت داری. کد 999 اعلام میکنن، همه واحدای منطقه میرن سراغ پلیس تیر خورده. میشه مثل فصل شکار، یعنی همه میخوان ضارب و شکار کنن. مثل اینکه جلشون رو بگیرم و بعد کل نیروها دیگه کاری از دستشون بر نیاد. شما مطمئنی میتونی کاری کنین این اتفاق بیفته؟ آره. خوبه. شما پلیسی؟ آره. تو باید حسابی امکانشو بررسی کنی. تو نگران کد 999 باش فرانکو. من باید رفیقم خاک کنم. برادرش با ماست. شاید این اتفاق برای ما میفته. اگه این که برات مهم نباشه. ای پسر، ای جان پسر، باید بریم. خوبی؟ خیلی خوب، بریم. باز بیشتر حواسم جمع میکردم. حتی یه راه دیگه واسه انجام این کار وجود داره. چی شده یهو مهربون شدی؟ نکنه به خاطر این تازه وارده است؟ فرق میکنه فرانک، خودت هم میدونی. واقعا؟ آره. چرنده. تو 5 سال گذشته سر چند تا مراسم خاک سپاری پلیسا بودی. هر بار که هر پلیسی نشسته تو اون مراسم ها به خودش میگه خوب شد من جای اون نبودم. اگه تو با این قضیه مشکلی داری مارکوس، خودم انجامش میدم. واسه من مشکلی نیست که یه پلیس نفله کنم. با یه وشگن تمومه. یه کمی بیسان دفنس بذار دوباره پارش کنم. اونجا داری چی کار میکنی اونجه؟ اینجا که خبری نیست. بسی چه خبر از کاروباره؟ خوبه؟ همه چی خوبه، اما دوست دارم یه تغییری ایجاد کنم. میدونم آرمانگرم هست. به چی داری میخندی؟ تو مایی تغییری ایجاد کنی؟ اندازه سر سوزان هم نمیتونی تغییری ایجاد کنی. فکر از کرلت بیرون کن. میدونی تو باید چکار کنی؟ باید باهوش باشی، حواست به خودت باشه. باید با احتیاط بری جلو که آخر شب بتونی برگری خونه. همون چه؟ میتونی این کارو بکنی؟ نه. میدونی چه جور جایی خدمت کردم؟ جایی که وضعشو خیلی بدتر از این بوده. نگران؟ آره میدونم، ولی من کاملا نگران. میدونی
هر کدوم از اون اشغالای لعنتی که خودت بهتر از من اونا رو می‌شناسی الان مسلح شدن و دارن ول می‌چرخن. اونا مثل آب خوردن آدم می‌کشن. من زندگی ما مدیون مادرتم، واقعا مدیونشم. ببین من نمیتونم مراقب تو باشم، تو لعنت به این حروم زده هرم از شما هم میخوره. هی کدوم یکی از شما الدنگای عوضی الان مسلحه؟ تو بشین. اما اسلحه داری یا نه؟ جف بشین نیکه بشین. حرف میزنین بی خیال باش دیگه. آخه چی کارشون داری؟ بشین. تریور کوچولو واسه تولدت چی میخواد؟ توفنگ میخواد. توفنگ اسباب بازی میخواد. اسباب بازیش آره البته. بذار اینو از تنت در بیارم. بشین اونجا یه لحظه، اینجا بشین تا من با مادرت صحبت کنم. دیر کردی. خوشنسته که اصلا میذارم ببینی. من باید خواهرتو ببینم. چرا جواب تلفنمو نمیده؟ مایکل، من مجبور شدم خواهرمو متقاعد کنم ببخشدت. خب پس یکم قرض تو باید این کارو واسم بکنی. خب وگرنه دیگه پا تو اینجا نمیذاری. ببینم چه کار میتونم بکنم. فلیکس، بیا اینجا. نه، تو نباید این کار جلوی پسرم بکنی. برو مامانتو پیدا کن. بیا مایکل، بشین چای بخور. خیلی حرف داریم که بزنیم. واقعا؟ در مورد چی میخوای حرف بزنی؟ میخوای در مورد راسل حرف بزنی؟ آره همون. اگه میخوای این کار انجام بشه پس غلط میکنی، دارو دسته ما رو غصه میکنی. بیا عزیز دلم. خب حالا همه عصبانیتتو تخلیه کرد. واسیلی میخواد بدونه که قضیه چطوری داره پیش میره. بهش بگو یه راهی واسه انجامش پیدا کردیم. خبر فوق‌العاده‌ایه. آره. راستش ترجیح میدم به جای این کارا بشینی کارتون ببینی. اتفاقا میخواستم ببینم. خوبه ببینم بهت برخورد. نه. پس چرا قیافت اینطوری شد؟ گوش کن، خودت این شغل رو میخواستی یادته؟ آره. حالا که با یه همکار عوضی کار میکنم نظرم برگشته. همکارم بهتری گزینه است. راجبش مطمئنی؟ واسه این یورو اصلا واسه مهم نیست، ولی کارش عالیه. لحظه ای که جفری آلن بفهمه برادرزادش تیر خورده تمام پلیسا رو میفرسته سراغش. درست نمیگم فرانکو؟ من دیدمش، اون آدم خودمونه. ببین یه جایی تو ذهنمه، پروژه های متروکه اون طرف واشنگتن. خوبه از همه چی جفت و جوره. یارو هیچ کاری نکرده، خانواده داره. از زندگیش خبر داری؟ واسه مهم نی. اگه اون با یه پلیس دیگه مزاحم کارمون بشه هیچ جوره نمیتونیم از این قضیه قصر در بریم. میفهمی؟ بگو پسر، بگو که میفهمی.
اگه راسل بود یه راه دیگه پیدا میکرد. فقط همین یه کاره، همین یکی و بس. این همه اینه باقیشه. اگه پایه‌ای خودتو همین الان جمع جور کن. کار آخره من تو بهتری داری؟ با تو هم یه نگاه به خودت بنداز. خودم لعنتت گم شو برو بیرون. گم شو برو بیرون. همون خونه است. اون یه راه هیکلی که فیگور گرفته رو بالکن آشنام میرم با مهمه مرد بزنم. میخوایی بیایی ببینی اون کار پلیسی که دیروز انجام داد نتیجه چند شده؟ تو بری بهتره. باشه. کسی؟ اسم تو بشته گرفه. تو همون پلیسی که اون روز به لویس دستمن زدی؟ یه سیاه تفاهم بود. چرا نمیری اونای دیگر رو دستگیر کنی ها؟ چرا شما نمیری مدرسه ها؟ دادا این رفیق ما تو خونه درس میخونه. چی بهش درس میده؟ من همه چی رو بهش یاد میدم. جدی؟ خب ازت یه سوال دارم. گانده های مرسل و تروچا کجا؟ همین جا. گفتی همین جا؟ آره. بس آدرس درست. آره این سالا واس چیته؟ ای شما جوجه ها الان باز مدرسه باشین. جای علف بازیه بریم مدرسه. اگه نما اردنگی میفرستم تو مدرسه. خب چی واسم داریم عزیز هم؟ من هیچ کدوم از این درد سرا رو نمیخوام. دارم گوش میکنم. ببین اصلا این شعر رو برای که اینچه میکنم چون همه خطر میندازه. منم با یه قرون دوزاری که میدی امکان نداره به حرفی ها. پس باید کلی پول برام رو کنی. اگه حرفات به دردم بخوره با این زبتا بدیدم. باشه بهت میگم، ولی فقط همین یه دفعه است جفری. من اینجا کار میکنم، خب نمیخوام تو درد سر بیفتم. پس از این به بعد بهت لطف نمیکنم. باشه بگذرم. یه شبی شنیدم یه دختر یه عوضی داشت در مورد یه آشغال به درد نخور حرف میزد، در مورد یه وحشی ترسناک، یه چیز تو مایه های روح و جن. خدایا راستش من فقط یه قسمت از حرفاشونو شنیدم. میگفت قیافه شبیه کفتار بود که صافت. لای حرفش در مورد یاروی خبر دیگه هم گفت، گفت که از یه بانک دزدی کرد ولی در حین سرقت گند زده به نقشه‌ای که کشیده بودن. خب حالا این دختری که این حرف رو بهت زده اسمش چی بوده؟ بهش میگن لیه. یه موتور به درد نخور. گاهی اوقات اینجا میپله که بعض وقتام تو محله مکسیکی هم میبینمش. اونا که بچه ندارن پس حتما تو اون کالسکه مواد بیده. کارش با کالسکه خوب بود، خیلی حرفه‌ای جمعش کرد. از واحد 406 به تیم عملیاتی میذاریم که زن بره. وقتی از مجتمع خارج شد میگیریمش. فرناندو ریورا معروف ترمایت گندلات مافیایی مکزیک تازه از زندون اومده بیرون. یه دوره 8 ساله به جرم قاچاق زندونی بوده. افسر عفو مشروطش یه نقض حکم براش صادر کرده تا بتونیم باهاش در مورد سرهایی که هفته پیش بریده شده بودن مذاکره ای داشته باشیم. بریم ببینیم چی واسه گفتن داره. برای
تغری، تو با سفر محافظ پوشش میدی، اسمی تو دومی هستی، بعدش گومز. تیم دوم جکسون سفر محافظ، باک اول پوشش داده میشه. اکریس تو چرا تر از همه حرکت میکنی؟ گم شو برات خونت. خودت گم شو، اینجا خونمه، هر کاری دلم بخواد میکنم. اهرم پلیس بسته بالا، کسی از جشت تکون نخوره، کسی از جشت تکون نخوره. آماده شد کن امنه. ماب سمت چپ، پلا سمت راست، حرکت میکنیم. دریافت شد. مابلو چک کن، مابلو چک کن. پوشش بده، پوشش. بری بالا. عمومو چک کن. برو. خالیه. یه بچه رو تخته، تو اتاق خواب سمت راست. من میرم سمت راست، تو برو سمت چپ. حرکت. امنه. کمد پشت سرمو چک کن. زیر مبل بچه. خالیه. درمایت بیا بیرون احمق عوضی، نذار بچه سر ایچی به کشتم بره. گومز برو سمت در، منو پوشش بده. دو برو کمد سمت چپ، سه برو پشت در. کمد سمت چپ رو گرفتم. خالیه، سمت در امنه. ادامه میدیم. عموم سمت راست. عموم خالیه. سه کمد سمت چپ رو چک کن. دو برو به راست. کمد من دارم. زیر تختم ببین. خالیه. ادامه. سه اتاق خواب سمت راست، دو برو همون. رفتم. حموم خالیه. اتاق خواب خالیه. بیریم پایین. اون خارج شده، داره فرار میکنه. زود باشین. بخواب این روز همین.
باشو. زود باش. خلاص خوبه. گوبی. تو برو. برو. جنوب شرقی بلوکم. مارکوس موقعیت تو بهم بگو. اسم خوبی بود. خیلی خفنه. واباحته. داره؟ شرمنده رفی. من چیزی یادم نمیمونه. حتی دیروز هم یادم نمیاد. عجیبه؟ نه، این واکنش عصبی عکس العمل بر اساس استرس. مولکولای شیمیایی تو مغز در حال گردشه. همیشه فعالیتش زیاد میشه، مغز دیگه کار نمیکنه و اون وقت تو هم. اصلا نهیدم یارو داره میاد. میفهمی؟ یه دفعه ناکجا با جلوم سر شد. واسه هر کسی ممکن اتفاق میفته. واسه تو که اتفاق نیفته. خب من خیلی خونشستم پسر. میرم دستشوی. خوش بگذره. میدونی این آهنگ در مورد چیه مایکل؟ نه؟ خب برات میگم. در مورد دو عاشقی که به خاطر پنهان کردن رازها از همدیگه صفت خائن برازندشون میشه و باید انتخاب کنن تبعید یا مرگ. مثل من و واسیلی عزیزم. واسیلی بالاخره میاد خونه. به محض اینکه این کارو تموم کنن مجبور میشن صحیح و سالم برش گردونن خونه. اونجا دوباره یه خانواده میشیم. فیلیکس کجاست؟ من و اون مالک رازهای مهمی هستیم. واسه همینه که این همه وقت تونستیم زنده بمونیم. فیلیکس کجاست؟ فیلیکس و النا
امشب نمیتونن به همون بپیوندن. بیا خودت گوش کن. حالا اینا گفت که قراره بیاد اینجا تا منو ببری. منظور چی؟ واسه تولدم. منظور چی؟ دوست دارم. خداحافظ. نه 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 یه لحظه وایسا. فلیکس ایلات بندریه در اسرائیل. ملک خانوادگیمونه. 3 ساعت از جنوب تل‌آویو فاصله داره. فلیکس انگار اونجا رو دوستش داره. اون عاشق دریاست. من خودم اونقدر دوستش ندارم. یه جورای احمقانه است. بیا یه نگاه بنداز. خیلی خوشگله. ببین اینم النا هست. آیرنا ما کارو انجام میدیم. انجامش میدیم. خواهرم واقعا زن زیباییه. خب هدفمون اینه. مطمئنن یه سری کدهای امنیتی لازم داریم. بسته فردا شب میرسه 24 ساعت اونجاست و بعدش منتقل میشه. ما بعد از این یه بار همدیگر رو میبینیم. حالا اینکه چطوری پیش بره به خودت بستگی داره. بعدش تصمیم میگیریم که فلیکس از سفر برگرده یا نه. به نظر میرسه خونت در حال سوختن و زمانم داره میگذره. مایکل کارو نکن. منش شاس کن. این کارو نکن مارکوس. یه بار دیگه نزدیک بشه خدا قسم میزنم میکشمت. کارو نکن. بدم شو داره شده از توفنگت واسه همکارت استفاده کنی. خفشو بیره بعد بخشی علی کنی که بیکنه بوده. ساکت تو میشناسم. شاید فکر کنی نشناسه بده ولی میشناسه بده. تو ببر. تو همچی کاری نمی کنی مارکوس. میفهمم تو یه بستر ترسویی میدونی؟ فکر میکنی مردی ولی خیلی ترسویی. خفشو آشقال. مشکلی هست؟ چیزی نیست بابا دیگه داشت میرفت. نشدی هم سر چی گفت؟ بریم. قضیه این چی بود؟ یه منبع بیارزش که قبلا ازش استفاده میکردم. بریم به تفریم بازم. یه بریم گام شما رو تو. دلم نمیخواد. میگم گام شما تو. حرف به سفر نزن. با من درست صحبت کن. رو تشکیه دکا برو ببینم. گفتم بهت برم. این دوسته پسره هست؟ دوسته قطعی هم کرده. هر داشتون اون ردیابی میکنی. اونا که کاملا تحت نظارت هست. رژیمش خیلی سالم نیست. این چی؟ حتما فاسده. نمیدونم ولی به امتحانش میاد. میشنوم. اون اطلاعاتو برات گیر آوردم. گابریل چارلز ویلچ 35 ساله. 3 سالم توی نیروی پلیس خدمت کرده. مطمئنی؟ آره یه مدت مجازات شده. بعدش به دلیل یه تیراندازی مشکوک توبیخ رسمی شده. چیش مشکوک بوده؟ صدیه پلیسو کشته. همکارم داشته؟ اینجا که چیزی ثبت نشده. خب تنها که ماموریت نمیرفت حتما یه نفرم باش بوده. تو همیشه بهم کمک دادی. محتنم بازم کمکم میکنی. پلیس عوضی. خیلی خوبیه. آره به نظر من که خیلی خوبیه. آه.
بعد جوری کلمو داخل کرد. راستی سر این قضیه یکی دو را بیشتر نمیده. چند روز پیش کشته شده. متمرکز بشین روی پیدا کردن جسدش. گرفتم. یه لحظه صبر کن. ببین لینک داره سعی میکنه یه سر نخ برات پیدا کنه. اون گفت که گیب ویلچ یه جایی توی هایلند پارک جلوی یه خونه ای سوار موتورشه. هایلند پارک؟ آدرس دقیقش چیه؟ بلاک 86 خیابان ویلو. همین الان باید دستگیرش کنیم. تمام وایتاریو که در دست سم بفرستید اونجا. رئیس گمش کردی. ای لعنت. متاسفم. کیو گم کردی؟ چرا تلفن تو جواب نمیدی ها؟ ببخشید عمو جف. نشینه ما خوبیم. حالا این یارو کیه؟ گیب ویلچ. میشناسیش؟ نه. تا حالا اسمش هم نشنیدم. اون قبلا پلیس بوده. سلام شاتر کوچولو. حالا چطوره؟ خوبی؟ عزیزم یه بریم تو. اون یه پلیس بودی. حالا هم عضوی از گروهیه که داریم راجع بهش تحقیق میکنیم. چرا باید بیاد این طرف رو؟ نمیدونم. تو داری در موردش تحقیق میکنی. خب شاید تصادفان اومد اینجا. بگو. مایکل اتفود قبلا پیمانکار امنیتی بوده، برای بلک واتر کار میکرده. اونو راسل ویلچ استخدام شده بودن تا با قاچاقچی های اصلی مبارزه کنه. سال 2008 سر یه پرونده فدرال علیه باسیلی وسلوف همه چی به هم ریخته. پرونده هم بعد از مفقود شدن شاهداش کنار گذاشته شد. ببینم این واسیلی وسلوف کیه؟ یه جهود روسی. اگه بخوام دقیق بگم رئیس مافیای روس. میگن پوتین خیلی از این یارو میترسیده، به خاطر همینم یه جوری میندازتش زندان گولاگ. همسر وسلوف آیرینا که یه صهیونیست افراطیه داره تشکیلاتو اداره میکنه، کاملا آشکار. از طرفمون یه گرگ زخم خورده مافیاییه، درسته؟ دقیقا. رئیس از ما میخواد که حواسمون رو مزن باشه. جزئیات هم برامون شهر داده. چی شده؟ باز در مورد گیب یه کاری بکنی. گفتم ردیفش میکنم. جدی؟ گیب الان تحت نظر مایک. چندین نفره گذاشتن که مراقبش باشن. چطور؟ اون نامزده عوضیش حرف زده. منو شناختم؟ هنوز نه، ولی میان. دختر از همه چی خبر داره. ازت درخواست نمی کنم. دارم بهت میگم در مورد گیب فوراً یه کاری بکن. متاسفم. مایک. خواهش میکنم. آره من رفتن خواهی. من باید کنار اومدم. میفهمی؟ غلط کردم. مایک به خاطر برادرت نبود. هم تو همین دختره این لعنتی رو کشته بودم. مایک. همه چی داره لو میره. تو باید از این قضیه فاصله بگیری. باشه. خواهش میکنم. چه برای سر الی اومدی؟ باتکم و گور شو. قول میدم مایک. من با مایک.
مایک، قول میدم مایک لعنتی. چرا پیدا کردین؟ نه هنوز داریم روش کار میکنیم. مایکل اتوت چی؟ چند تا واحد گذاشتم بیرون خونش ولی خالیه. آرینا وصلوف چی؟ قاضی درخواستمون برای حکم نظارت رو رد کرد. سوابق افراد نظامی بازنشسته رو بررسی کردین؟ بله، چند صد پرونده هست که داریم بررسیشون میکنیم. فقط همین؟ تا حالا همین. آره. پترسون رو گذاشتم روی موضوعی کار کنه. کسی از شما به عیسی مسیح اعتقاد داره؟ همینطور پروردگار و ناجیمون و تمام اون قدیسان پاک سرشت؟ میدونه که من مسیح نیستم. من هم اعتقادم ضعیف. پس حداقل اعتقاد دارین که پلیس های استششم دارن که میتونن از مسائل با خبر بشن؟ آره خب، من قبول دارم، شکی توش نیست. پس کسی اعتقاد داره که شاید یه موضوع خیلی بزرگ در حال وقوعه؟ قبول دارم. منم همینطور. پس کسی اعتقاد داره که باید هرچه زودتر یه کاری بکنیم به جای اینکه مرتب همش بگین درسته، قبول دارم. ها؟ بله باش، خبری شد بهم زنگ بزن. توی به نظارت دیشب گیب و گم کردن، الان همه توجه روی توه. برای مدت طولانی باید دنبالم بگردم. تو با این موضوع مشکلی نداری؟ همه چی مرتبه؟ آره رفیق، طرف هم میبریم همون جایی که میخواییم. کارگا بلمانت، حاضری یکم کثیف کاری کنی؟ کثیف هستم. میدونم هستی کثافت. بزنیم بریم. حالت خوبه؟ آره خوبم، تو چی؟ آره خوبه. برای کجا میری؟ میرم یکی از این آمارباده های پولکی رو ببینیم، کاری دو بوا. هر دفعه که پولش تعمی کشه زنی میزنه و خبرای تازه میده. آمار دست اول میرم ببینیم چی داره. پروژه مسکن عمومی، خیابان هشتم و واشنگتن. سازمان امنیت داخلی آمریکا، ساختمان نگهداری ایمن اموال. کد 10-12 تقاطع خیابان اسمیت و مریت. کد 10-86 دعوای خانوادگی.
حالا این یارو کجاست؟ مارکوس، ای پسر کجایی؟ مارکوس کجا رفتی؟ پلیس، پلیس اطلنتا، تفنگ تو بذار زمین، بذارش زمین. صبر کن، آروم باش. چت شلیک میکنم. اصلی لعنتی رو بذار زمین، اگر من شلیک میکنم. هدف تویی. گفتم بذارش زمین. پشت سر. کسافت. واحد 342 شلی که گلوله یه نفر تیر خورده بین هشتم و واشنگتن. زارب در حال فرار اسمش لوئیس پینتو. ای پسر با هم حرف بزن. چطوری پسر؟ مارکوس، مارکوس، ای مارکوس، ای رفی، به من نگاه کن. اسمه چیه؟ خوب میشه، تعریف میشه پسر، حالت خوب میشه. حال دستم اون میزنه میشه یکم بهت کمک میکنه، کم در خوبی سکنه. ای، آروم باش، مشکلی نیست. اسمه چیه؟ آروم باش. تماس بگیر، خونریزی شدیده. تماس بگیر. پینتو یه دفعه سر کلش پیدا شد. اون به شلیک. تماس بگیر مارکوس. مارکوس، صدا ما میشنوی؟ واحد 342 هستم، یه افسر تیر خورده. کد 999. واحد 342، یه افسر تیر خورده. 999. واحدها در صورت دریافت هوشیار باشید. چلی که گلوله در صحنه جرمه.
همه یه واحد ها کد 999 خودش. برگرد برگرد، مگه با تو نیستم؟ نمیتونین اینجا بیان، زود باشین، برگردین. تیر خورده یا نه؟ مطمئن نیستم جف، جمعش کن جف، مراقب باش، حواس هم حواس. حرکت کنی برو، حرکت کن، حرف بزن، حرف بزن. هی هی، هر کاری داره انجام بده، همون کاری که میکنه انجام بده، انجامش بده. خیلی خوب، برو اونجا، همونجا بسا، دستو بالا، رو به دیوار. بشو، اشین، اشین. یه واحد برای کد آدم 211 در خزانه داری دی ام اس نیاز دارم. تکرار میکنم، کد آدم 211، تکرار میکنم، کد 211. شما کد 211 رو شنیدی؟ آره شنیدم، کثافت رو. جف، جف، تقاطع شمال غربی خیابان 8 و واشنگتن داره خونریزی میکنه، تیر خورده. خیلی خوب، همینجا خوبه. دقیقا همون کاریو که ازتون میخوایم انجام میدیم. اونی که رو سرتو گذاشتم 10 برابر قوی تره. ما نمیتونیم خزانه رو باز کنیم، قفلش ساعتیه، نمیشه کاریش کرد. هیچ واحدی تو این حوالی نیست؟ رحمت رو من اون یک واحد رو بفرست. این کواسه به دو یاد نباشه. نه نه، جف جف، آخه باش جف، نایمان جف، برو برو جف. انفجار در فضای بسته. 2 1
واحد اعظمی داره میرسه. هامرشو گرفتم، تا 7 دقیقه دیگه اینجا. فیلم چند نفره؟ مایک تو موقعیت سطحی یازه، چند تا مسلح میبینم. دست نگه داری تو انتقال دهنده ها از منزل خارج. خوبه رفتن، وضعیت ثبت، وضعیت ثبت، استفاده از اسلحه آزاده. موقعیت 999 رسیدگی می‌کنم. توی راه. جان دست بزنم. تو مطمئنی که بلچو قبلا ندیدی؟ حدودا یه هفته پیش دیدم شما در رستورانی که من و مارکوس اونجا بودیم. با هم دعواشون شد، چیز زیادی از بحثشون نشنه، ولی مارکوس گفت اون واسش کار میکرده، براش خبر میابرده. پس اون رو تو رستوران دیدی، بعدم جلوی خونت، حالا هم اینجا. اگه این برخورده واقعا شانسی بوده، پس یادم منداز یه بیلت بخت از می بگیرم. خب لویس پینتو چی؟ لویس پینتو چند تا بلوک اون طرفتر توسط تیم ضربت محاصره شده. کارگر رودریگز هستم از بخش جنایی. کارگر الان بخش جرایم سازمان یافته. شاید بتونیم چند کلمه از زیر زبانش بکشیم. تو فکر کردی اونا نمیخوان دستگیرش کنن و تو یه سلول نرم و خوب بندازن؟ راست میگی. حق با ایشونه. این یارو رو میشناسی؟ نه نمیشناسمش. ولی مطمئنن مارکوس میشناد. آقایون منو ببخشید. آقا
آقایون لطف کنن اسباب اساسی رو جمع کنن، باید به اون سرقت مسلحانه رسید. رئیس گندش در اومد. پس مسئول اون پرونده گروه ما شده. آره این طوری به نظر باید البته همه همون نه. این شاکوفتیه برای ما کاد پچش کردی؟ نه برادر، این برای فیلیکسه. مطمئن نبودم که بتونی انجامش بدی. خیلی حق انتخاب نداشتم. بقیه گروه چی؟ ها؟ دوست دارم بالاخره اونا رو ببینم. اونا رفتن. واقعا؟ فکر کردی نمیتونم تو ادارتون نفوذ کنم و به جای شما چند تا پلیس فاسد دیگر رو پیدا کنم؟ اینجوری چشاتو به زمین ندوز. وقتی با حرف میزنم منو نگاه کن. آیرینا به اندازه کافی به حرفت گوش دادم. بهتر این بازی رو تموم کنم. سلام کجاست؟ آشغال عوضی؟ فلکس! ما سگایی رو آموزش میدیم تا زندانیامون رو ادب کنن. بهش بکن این چیزیه که اونا میگن. میگن ما اونا رو با سگای آموزش دیده تحقیر میکنیم. این همون حسیه که النا نسبت بهت داره، یه سگ آموزش دیده برای زندگیش. ها واقعا باید تو رو بکشم، ولی اینطوری خواهر عوضیم هیچ وقت منو نمیبخشه. و مهمتر این که دیگه فیلیکس چطور میتونه منو دوست داشته باشه؟ پولتو بردار و برو مایکل، دنبال فیلیکسم نگرد چون من با خبر میشم. خوشحال میشم بهش بگم که این یه هدیه خداحافظی از طرف پدرشه. به خاطر اون پسر همه کاری میکنم.
تکه های گلوله در قسمت میانی دیده میشه و حالت خوبه؟ آه خوبم خوبم. داری خون ریزی خون من نیست. حالا همکاره چطوره؟ تازه از اتاق عمل اومدیم بیرون، یه گلوله بهش خورده، تو جمجمش مونده، به خاطر تورم مغزی نتونستم بیارنش بیرون. شاید درست بشه، شایدم نه. هی کریس، بسر چه خبر؟ گروهبان نلسون الان زنگ زد گفت که پینتو مرد. تیم ضربت اون آوازی رو سوراخ سوراخ کردن. حدود یه ساعت پیش آوردنش، فرصت اینو نداشتم که تمیزش کنم. اینا وسایل اون هستن؟ بله، مال خودشه. همش همین هست؟ بله همینه. مایک، منم فرانکو. آروم باش رفیق، داشتم سر به سرت میذاشتم. خیلی بانمک شدی فرانکو. پولمونه گرفتی؟ معلومه که گرفتم. مارکوس چطوره؟ اون عوقه عوضی هنوز نفس میکشه، به حسابش میرسه، همطور که به حساب زید گیب رسیده. سر به نیستش کرد. تو خوبی؟ یه کمی درد دارم. میدونم. بعد تمام شد هم؟ تا دفعه بعد. آره فرانکو، تمام شد. رئیس من یه قانون داره علیته، این که اگه یکی از ما بتونی یه تفنگ از تو خیابون جمع کنه، یه روز میره خونه و حسابی استراحت میکنه. راستش تو رو که دیدم رفتم تو فکر، شرط میبندم اگه لباستو بزنم بالا یه هفته ده. گرفتی چی گفتم؟ آره. آره دونی. تو همکارم مارکوسو میشناسی؟ آره. صبح روزی که به شلیک شد داشت اینجا گشت میزن؟ آروس صبح اینجا وایساده بود با لوئیس خدا بیامرز حرف میزد. پس مارکوس اومد اینجا با لوئیس حرف زد برای صبح همون روزی که به شلیک شد؟ آره. سرکارم که نمیذاری؟ نه به جون تو. حالا خواه اون اصله رو بده من. کی هستی؟ عمو جف، ریسم. اینجا چه خبره؟
اگه مادرت میتونست منو ببینه چی میگو؟ چهار نفر دور برات اگه میتونی در این مورد باشون حرف بزنی، خجالت نداره. بخش داخلی چی میگه؟ بخش داخلی میگه که همه مورد سوء زن هستن از جمله خودم، اما رودریگز از بخش جنایی میگه که اون موضوع کاملا تصادفی بوده. چی؟ میدونی؟ فکر کنم بدتر از اینا هم باشه. مارکوس هم تو این قضیه دست داشته. فکر میکنم خودش از لوئیس پینتو خواسته منو بکشه. میتونی ثابت کنی؟ شاید بتونه. مارکوس و گیب همدیگر از قبل میشناختن، هر دوشون با هم توی یه حوزه خدمت میکردن. پس یه گروه چهار نفره، مونیکا لاتروود، یه پلیس مرده و یه نیمه مرده. باید از خودت بپرسی نفر چهارم کی بوده؟ هی دوست دختر گیب ویلش پیدا شده، دوتا گلوله تو سینش خورده، یکی هم به پشت سرش. میدونستم هم چین اتفاقی میفته. یه نفر سر نخاشون رو از بین میبره و حدس بزن اون طرف حتما یه پلیسه. رئیس ازت یه کمک میخوام. بگو. یه کپی از پرونده قتل لیا کرینو میخوام. اسم افسری رو میخوام که وقتی جسدمون رو پیدا کردن بالای سر جنازه حاضر شده بوده. حتما، ولی این باید بین خودمون بمونه. درشالی یه نگاهی به خودت بکن، حروم زده عوضی. حدس میزدم اینجا ببینمت. چی شده؟ فکر کردم شاید بد نباشه واسه چند تا سوال با من یه سر بیایی. اداره هنوز اظهار نامه تو نگرفته. واقعا؟ آره. خیلی خوب، من تو آسانسورم، ممکنه قطع بشه. کریس. آره صداتو میشنوم، بگو. چیزی به روز نیست. اون عوضیه رودیگزه. دوباره بگو. اون افسر فاسد کارگاه فرانکو رودیگزه. خیلی خوب، باشه زود میام پیشت. خدافظ. خوبی پسر؟ ماشینم اون طرف تو اداره میبینم.
واحد 342 مورد تیراندازی داریم. پارکینگ بیمارستان سنت مموریال. یه افسر پلیس تیر خورده. گل 999 بیمارستان سنت مموریال. گن نصفشون. تمام واحدا هوشیار باشن. اعلام کد 999. شلیک گلوله به افسر پلیس. اعلام کد 999. واحد 342 دریافت شد. کد 999 بیمارستان سنت مموریال. یه افسر تیر خورده. همه واحدا به کانال دو برن برای کد 999. Thank you.
Boulevard. This rally's been the next stop at the building next to the location. Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black. All right, thank you.